سلام، من میسیز ریپورترم و اینجا کانال مستر ریپورتره. امروز میخواییم از صحبت های اخیر سوسن پرور و ماجرای تغییر شدنش به خاطر شهرستانی بودن اشاره کنیم. مرسی که امروز هم به ما سر زدین و ما رو همراهی میکنید. باز هم ممنون به خاطر لایک و سابسکرایب کردن و انگیزهی که به ما میدین. اگر از برنامه ما خوشتون اومد، علاوه بر لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون، اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونین در جریان برنامه هامون قرار بگیرین. این هفته از برنامه کافه آپارات با مجریگری فریدون جیرانی، سوسن پرور به عنوان مهمان برنامه حضور داشت. ابتدا جیرانی به تعریف و تمجید از ایفای نقش سوسن پرور در فیلم بوتاکس پرداخت. و بعدش از اون میخواد که به گذشته فلاشبک بزنه و از دوران تاجهای دانشجویش بگه. سوسن پرور در بخشی از گفتگوهاش با جیرانی خاطره ای تعریف میکنه. اون هم از زمانی که در اختتامیه جشنواره فجر در تالار وحدت مردی که مسئول سازماندهی مدعوین بود با لحنی تغییرآمیز رو به افرادی که داخل می‌شدن میگفته شهرستانی‌ها بالکن. پرور تعریف می‌کنه که شنیدن این جمله با این لحن باعث حس تغییر برای او شده و دل شکسته. او با خنده میگه مرد رو صدا کردم و به او گفتم امروز شما من رو با این لحن داری به بالکن می‌فرستی؟ من روزی میام اینجا در حالی که بلیط جایگاه در دست دارم. ببینم اون روز با من چطور برخورد میکنی. پرور ادامه میده که اون روز به بالکن تالار وحدت میره. اما گریه امانش نمیده و بعد از اندکی سالن رو ترک میکنه. سوسن پرور ادامه میده و میگه مدتی بعد با یه نمایش تک به پرسوناژ که نویسندگی و کارگردانی اون رو به عهده داشته به جشنواره فجر میرسه و در اختتامیه بلیط جایگاه در دستش بوده. او با خنده میگه که در تالار وحدت دنبال اون مرد میگشته ولی پیداش نمیکرده. پرور میگه همواره باید تلاش میکرده تا مهر شهرستانی بودن رو از پیشانیش پاک کنه. و این بار گرانی بوده که مجبور بوده اون رو تحمل کنه. سپس سوسن پرور از تست بازیگری میگه. و اینکه کارگردانش به خاطر اینکه فهمیده او شهرستانیه برعکس تست بقیه بازیگران دوربین هندیکمی رو که بازی‌ها رو ضبط میکرده خاموش میکنه. و بعد از اینکه او دلیل این کارش رو از کارگردان پرسیده، کارگردان به او گفته به تو چه؟ اونی که من دلم بخواد ضبط میشه، اونی که دلم نخواد ضبط نمیشه. سوسن پرور میگه زندگی او پر است از چنین نمونه ها. او میگه تغییرهایی رو که در زندگی تجربه کرده، به خاطر اونها با کوچکترین تبعیضی دلش به درد میاد. با تمام اینها، سوسن پرور از همه این اتفاقات پلی زده به موفقیت. و از سن تئاترهای کوچیک عراق خودش رو به پرده‌های بزرگ سالن‌های سینماها رسونده. سوسن پرور متولد دی ماه 1354 و فرزند دوم خانواده است و اصالتی عراقی داره. به گفته خودش حرفه اصلیش بازیگری و کارگردانیه که البته سابقه کارگردانی کار تصویر نداره، بلکه در تئاتر کارگردانی رو تجربه کرده. او لیسانس ادبیات نمایشی و فوق لیسانس کارگردانی تئاتر داره. سوسن پرور بازیگری رو از سال 1373 به طور رسمی با بازی در تئاتر شروع کرد و در سال 87 با بازی در سریال بزنگاه ساخته رضا عطاران تونست به خوبی شناخته بشه. او همچنین در فیلم‌های زندان زنان و رد کارپت هم بازی کرد. از جمله فیلم‌ها و سریال‌های دیگه‌ای که او در اون حضور داشت می‌تونیم به مجموعه خوب بد زشت که در نوروز 93 و سریال آقا و خانم سنگی اشاره کنیم. آخرین کار او هم حضور در سریال شهرکی‌ها در نقش سوسن گردآوری شد که در پاییز 95 از شبکه 3 پخش شد. او تاکنون ازدواج نکرده و مجرده و در جدیدترین گفتگوهاش هم گفته از ازدواج می‌ترسه. و همچنین در یکی از مصاحبه‌هاش گفته همسر ایدئال من یه آدم چارشون است. بلند قامت و خوش هیکل که حتما اسب سفید داره. و در خونه اون رو جورج کلونی صدا میزنه. من همیشه بازیگری رو دوست داشتم. گرایش بازیگری در اون زمان در دانشگاه آزاد عراق که درس میخوندم وجود نداشت.
من اون زمان ادبیات نمایشی میخوندم، اما تا جایی که استادها اجازه میدادند سر کلاس بازیگری هم حاضر میشدم. البته در رشته خودمون هم تعداد محدودی واحد بازیگری داشتیم. علاقه شخصی خودم این بود که بازیگری رو دنبال کنم. وقتی هم که دانشگاه رفتم اعتقاد نداشتم که بازیگر بشم. آگاهی نداشتم که چطور میتونم بازیگر بشم. راستش فکر میکردم حالا که ادبیات نمایشی میخونم باید نمایشنامه نویس بشم. اما بعدتر دیدم نه. میتونم در بازیگری هم ورود کنم. سوسن پرور 3 تا خواهر هستن و خودش دومین دختر خانواده است. او یه خواهر بزرگتر از خودش داره و مادرش هم دبیر بازنشسته آموزش پرورشه. همونطور که گفتیم او از سال 73 وارد دنیای بازیگری شد. یعنی وقتی حدود 18 تا 19 سال سن داشت به طور جدی پا به دنیای بازیگری گذاشت و روی سن تئاتر رفت. اما با بازی در سریال تلویزیونی بزنگا در قاب تلویزیون شناخته شد. او در سال 76 برای نمایش بوی دست‌های پدر بزرگ جایزه بازیگر دوم را از جشنواره سمنان گرفت. و در سال 79 با فیلم زندان زنان به کارگردانی منیژه حکمت وارد سینما شد. او در سال 81 از زادگاه شهر عراق به تهران اومد و نمایش توالت رو نوشت و کارگردانی کرد. سپس این نمایش رو در جشنواره تئاتر فجر روی صحنه برد. توالت سوسن پرور با استقبال خوبی از سوی تماشاگران مواجه شد. البته فعالیت او به همینجا ختم نمیشه. چرا که او علاوه بر فعالیت در سینما و تئاتر و تلویزیون وارد دنیای رادیو هم شده. او در رادیو عراق به مدت 1 سال کارگردان یک نمایش رادیویی بوده و در نمایش‌های رادیویی زیادی هم بازی کرده. سوسن پرور در یکی از مصاحبه‌های خودش گفته که شاگرد تنبلی بوده. به گفته او اونقدر در مدرسه تنبل و مایه آبروریزی خانواده بوده که مقطع پنجم ابتدایی رو با تک مانده قبول شده و از قضا شاگرد همون مدرسه‌ای بوده که مادرش معلم بوده. او در مصاحبه خودش گفته همه به ما گفتن که درس بخونید، دکتر و مهندس بشین و من نمیخواستم. پس فکر کردم درس خوندن بیهوده است. من عاشق این بودم که حمال بشم. فکر میکردم حمال آدم خیلی قوی و قدرتمندیه که زور و بازو داره و هیچ کس نمیتونه اذیتش کنه. سوسن پرور در مورد ورودش به دانشگاه میگه خواهر بزرگم برام دفترچه گرفت و زمان کنکور شانسی 3 ردیف از پاسخنامه رو پر کردم که بعدن فهمیدم اصلا سوالات 150 تا بود و من 300 تا رو جواب دادم. دانشگاه اولین چیزی که به من داد عقل بود. سپس شروع کردم به پروژه های دانشجویی بازی کردم. بوتاکس، در راه خانه عروس، رد کارپت، پشت در خبری نیست، بزنگا، روزگار غریب، خوب بد زشت، میریم مسافرت، یار مهربان، دزد و پلیس، شهرک جیم، سفر در خانه، بچه محل، و کلبه عمو پورنگ از جمله فیلم ها و سریال هایی است که در اون بازی کرده. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً ما رو با لایک و سابسکرایب کردن همراهی کنید. همچنین برای دنبال کردن برنامه های بعدی ما اون زنگوله رو هم فشار بدین.